درود و ارادت، امیدوارم خوب و خوش باشی. من مهدی هدایی هستم و تو این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا وقتی به سمت صدای میانی یا اوج میریم یا به سمت صدای سر میریم صدامون خروسکی میشه و دیگه نمیتونیم، یه جورایی انگار حنجره و گلومون قفل میشه. اگه این مشکل شما هم هست ادامه این ویدیو رو از دست ندید. به کاف آواز خیلی خوش آمدید. خیلی از دوستان عزیزان دل تو گروه های تلگرامی به من میگن که چرا صدام وقتی عوض میخونم خروسکی میشه. نمیدونم صدای این بلبل خوش صدا رو میشنم، این بلبل یا قناری. امیدوارم شما هم لذت ببرید از این فضا. من اومدم توی طبیعت براتون این ویدیوها رو ضبط کنم تا شما هم از فضای طبیعت لذت ببرید و دعوتتون بکنم که حتما شما هم از طبیعت لذت ببرید. حتی اگر طبیعت خاصی مثل جنگل و اینا کنارتون نیست، حتما تشریف ببریم به نزدیکترین پارکی که تو محلتون هست و اونجا بتونین به روحتون یه غذایی بدین. چرا وقتی میریم تو طبیعت حالمون خوبه؟ به خاطر اینکه به اصل خودمون برمیگردیم. این زندگی شهری و این مدرنیته رو انسان خودش ساخته و این بلا رو خودش سر خودش آورده. در حالی که اصل ما تو طبیعت بوده. بگذاریم. در مورد این میخوایم صحبت کنیم که صدای سر چجوری میتونه بهتر تو بدن ما کشف بشه و چجوری میتونیم ما پل بزنیم از سمت صدای سینه به سمت صدای سر و یه صدای میکس خیلی خوب داشته باشیم. امروز میخوایم اینو با هم بیشتر بررسی کنیم. اصلا بزنید یه نکته براتون بگم. چرا صدا خروسکی میشه؟ یکی از مهمترین دلایل این که توی صدای میکس و صدای سر ما صدامون خروسکی میشه اینه که توانگ صدامون مناسب نیست. توانگ خوبی نداریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه نتونستیم ما این رو به بدنمون آموزش بدیم که حتما لذت میبرم از این صدای فوق‌العاده. یعنی نتونستیم به بدنمون آموزش بدیم که شما بدن عزیزم وقتی به سمت صدای سر میری اولا باید تایروید من تیلت بشه، به چرخه این عضله سی تی باید موجب بشه که تارهای صوتی کش بیا یا این تی ای بیشتر باز بشه. این رو اول نتونسته بدنمون یاد بگیره و در کنارش بدن نتونسته این رو یاد بگیره که باید توانگ کافی برای تولید صدای میکس و صدای بالا داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما به جای این که زور بزنیم گلمون رو فشار بدیم نوت بالا رو بخونیم، کافیه که توانگ به صدا بدیم، حجم صوتی رو همزمان باهاش کم بکنیم. حالا چجوری میتونیم توانگ بدیم حجم صوتی رو کم بکنیم؟ یکی از راحت ترین راه هاش که من قبلا توضیح داده بودم تقلید صدای اردک، نوزاد و گربه و دیگر تقلید هاست. ولی هر کسی نمیتونه این تقلید صدا رو به خوبی انجام بده. خیلی از عزیزان به خوبی نمیتونن تقلید صدای اشیا و پرندگان یا حیوانات رو انجام بدن. خب پس باید چی کار بکنن این دوستان؟ یه تمرین خیلی ساده براتون میگم. کافیه با انجی یا از اینگ به ای میرسیم. این رو با هم تمرین کنیم. اول من میگم به ای رسیدم، شما لطفا این برای مصوت ای بود. حالا برای او یه اوه با توانگ حد اکثری خوب میتونیم با این روش تولید میکنیم. حالا میریم سراغ انگ به عنوان مثال. حالا اللحاظ علمی داره چه اتفاق تو بدن ما میفته؟ وقتی انجی ما میگیم نرم کاممون میاد پایین و زبون میره بالا و بهترین حالت هست که ما جریان خروجی هوا رو به سمت نیزال کویتی یا نیز و فارینکس هم بفرستیم، یعنی رزونانس رو میاریم سمت جلوی صورتمون و سمت بینی. با این کار میتونیم توانگ صدا رو زیاد کنیم. حالا بخوایم پرکتیکال تر با هم صحبت کنیم، عملگرایانه تر با هم صحبت بکنیم، باید چی کار بکنیم؟ من بتونم میگم نه گلوم صفت بشه، باید بتونم میگم نه راحت اون نوتو میتونم بخونمش، راحت میتونم اداش کنم. فقط اتفاقی که افتاد اینجا توانگ دادم به صدا. پس نقش توانگ رو خیلی خیلی جدی بگیرید. حتما باید صداتون توانگ باشه. در کنار اینکه
ساپورت خوبی باید داشته باشین، انکر تورسو خوبی باید داشته باشین، توهنگ خیلی خیلی خوبی هم حتما باید داشته باشید وقتی به صدای میکس و نوت‌های بالا تو صدای سر میرسید. اینجا خلاصه میخوام بگم اصلا ساپورت چی، اصلا بدون ساپورت شما نمیتونید اوج بخونید. یکی از دلایل دیگری که شما صداتون خروسکی میشه اینکه پرتاب هوا یا شوت هوا از سمت پلویک فلور زیاده، ازدیاد هوا رو داریم اینجا و نمیتونه کنترل بکنه این قسمت بدنمون این میزان هوا رو و موجب خروسکی شدن و یه موقعی بریک صدا میشه. حالا ساپورت انکر تورسو چی؟ خلاصش هفتگی بدنسازی اینجوری باید میسیم، حواسمون هست همه این تمرین برای اینکه این قسمت پشت زیر بغل ما سفت باشه. به قول انگلیسی ها میگن flex your armpits، یعنی اینجاها رو سفت کن موقع آز. من اینجا رو سفت کردم کامل و اینجوری اولین دندم مترومیر، اولین دندم رو باز کردم، اکسپند کردم تو عرض. ببینید نه اینجا رو دادم، ناف رو دادم جلو، نه سرسینه آوردم جلو، دمم رو اولین دندست میشه تو تنفس. من گفتم ساپورت و اینا به هم وصله. حالا که توی راست و چپ همینو اکسپند کردم، حالا قسمت معدم، به قول نقی اینقدر گفته معده، ما میگیم معده، نقی تو پایتخت میگه معده، معده رو میاریم بالا، پشت رو هم سعی میکنیم اکسپند کنیم. یه همچین چیزی میشه وقتی این ساپورت رو میگیریم، حواسمون از نگهش داریم، ول نمیکنیم، این ساپورت رو نگه میداریم، یعنی این انقباض و این اکسپند شدنه میمونه، ولش نمیکنیم، میشه این گرفته است. حالا ببینید به راحتی میتونیم، حالا یه ذره توهنگ هم بش بدم، وقتی توهنگ میدی خیلی راحت تر روان تری. الان بدون توهنگ یه بار دیگه، حالا با توهنگ، به خاطر اینکه توهنگ هم پیدا کنی گفتم میگی انگ 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 انگ، میگی انگ برای اه میشه انگ 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 انگ، یا قبلش یه ذره صدا اردک تر میکنی انگ 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 اینجوری میتونی توهنگ صدات رو هم پیدا بکنی. پس حواست باشه ساپورت حتما، راست و چپ، جلو عقب، معده بیاد بیرون، پشت بره کاملا به سمت عقب متمایل بشه و باد بشه. این فرض کنید یه باد کنک، این اولین دندم اونجوری داره باد میشه، در کنارش فلکس آرم پیت دارم، زیر بغلام سفته، حالا انکرتوسو گردن اینا هم بماند، نمیخوام بیچید، حتما ویدیوشو ببینید، در کنارش گفتم توهنگ هم داشته باشید. این مجموعه کمک میکنه رو صدای میانی و صدای اوج صدات خروسکی نشه. اگه دوست داری یه مربی صداسازی مدام پیشرفت تو اندازه‌گیری کنه و تمرین مخصوص و ویژه صدای خود شما رو طراحی کنه براتون، حتما عضو زیر گروه های تلگرامی کافه آواز بشید، تو دیسکریپشن لینکش هست، داخل گروه بشید، بعد از خانم هاشمی بخواید ادمین گروهمون که شما رو دوز به زیر گروه ها بکنه. همینطور اگر دوست دارید این مطالب ادامه پیدا کنه و من انگیزه داشته باشم ویدیوها رو تولید بکنم و عمر کافه آواز بیشتر بشه، حتما ازش حمایت کن، لایک کن. اگر دوستی داری که آواز میخونه لطفا براش ارسال بکن. اگرم سوال و پرسشی دارین لطفا تو کامنت ها از من بپرسید. بانو که مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، هی میزنی میزنی میزنی، واقعا آفریدگار با نوک مژگانش داره دلربایی میکنه. مثال زندهش این طبیعت بی‌نظیر هست. تا میتونید تو طبیعت عشق‌بازی کنید، اگر رفتید تو پارک خلوت بود سری بزنید زیر آواز عشق کنید. موضوع روحتون باشید، آواز شما رو به درونتون بیشتر دعوت میکنه، بیشتر کشف میکنید درونتون رو و موجب میشه روحتون به پرواز در بیاد و به سمت کمال بره. موضوع جسمتون هم باشید با ورزش. تا به زودی، اگر عمری بود براتون ویدیو بسازم، خرد یارو نگهدارتون.